زنگوله است دیگه. آره. با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان اصفهان و شهر زیبای تهران هستش. ما الان در کارگاه زنگوله سازی هستیم. قبلا با این هنر در شهری از شهرهای خراسان جنوبی آشنا شدیم، شهر سرایان، که یک منطقه‌ای داشت که همه زنگوله ساز بودن. اومدیم تهران، گفتن تهران هم یکی از شغل مردمان این شهر در واقع زنگوله سازیه که جز صنایع دستی ارزشمند اینجا هم محسوب میشه. شما چند ساله تو کار زنگوله سازی هستین؟ مالا 70 ساله. 70 ساله. ماشاءالله، ماشاءالله. چند سالتونه؟ 84 ساله. بذارم به تخته، ماشاءالله احسن. 84 ساله که داری کار آهنگری میکنی، درسته؟ نه، 70 ساله. آها، 84 سالتونه. سالم 84 ساله. یعنی 14 سالگی شروع کردین. چرا اومدی آهنگری و زنگوله سازی رو انتخاب کردی؟ مجبور بودی یا اینکه شغل پدری بود؟ پدرمون تندور ساز بود. خب، تنور میساز. یه چی میگین؟ تاتو ساز؟ تاتو میگین؟ هم رعیت میگن، تاپو و تندور میساخت. خب اون پدرمون میگو بی بریم تو رعیتی، مادرمون میزه پشت کله اون گفت برو در دکان آقا جون. آقا جون هم آهنگری. آقا جون یعنی پدر بزرگتون. پدر بزرگ مادری یا پدری؟ مادری. مادری اون آهنگر بود. بله. خب پیش اون رفتیم، خلاصه از 7 سالگی رفتیم تا یاد گرفتیم. یاد گرفتیم. کار سختی یا راحت؟ نه، سختم نی. سختم نیست. برای شما سخت نیست. باور کنین پودکایی که داشت میزد به این آهنا، من فکر نکنم یه دونش هم بتونم اون پودکار بزنم. پودکار نیست، این که چکش پودکار. اون چکش تازه، اینو میشه چکش. سنگین آخه. راست میگه، یه پودکار مونده. بعد به جز زنگوله کار دیگه هم انجام میدین؟ یعنی قدیم انجام میدادیم ولی حالا نه. چی کار میکردین؟ قدیم قپون میساختیم. چون میساختیم که خر مخورد میکردن. قپون همون ترازوی قدیمیه. قپون هنوز هم میسازن؟ نه دیگه، حالی که تمام. آره حالا باسکو در اومده یه قپون، حالا راحت گرم دارن وزن میکنن با این دستگاه. سیخ، سپایه، انبر، خاکنداز، منقل، این کار رو میکردیم. کار رو عیتی، تیشت، زنجیر و تیشت. نه تو کار زنجیر رو نبودیم. زنجیر نبودیم. من دیدم اینجا زنجیر آویزون رو فکر کردم. این مال قدیمه بوده. خب این اینجا دیدم چهار نمونه زنگ آوردی. صداهاش با هم فرق داره. خب کوچیکا بزرگا هم فرق میکنه. خب این دوتا هم اندازن. بله. باز فرق داره. این تنگ گشاد فرق میکنه. پنج تا انگشتم با هم فرق میکنه. این چیه دیگه؟ این مال چیه؟ این مال دوباره. چی؟ سر دوباره میکنه. دوباره این لوری. دوبار چیه؟ بزرگ بزرگ. بابا این مال شوتره. نه شوتر که دیگه زنگوله سرش نبود. بازم سفارش میکنه بزرگتر بساز. بابا این الان چند کیلوه؟ یک کیلو و نیمه. یک کیلو نیم گردن باز میتونه اینو بکشه؟ دوباره این لوری بزرگه. آخه من فکرم برای شوتر واقعا. نه سر شوتر دیگه نمی کنند.
دیگه الان شطورا نیست، اون کاروانای قدیمی همه با صدای زنگشون میشناختنشون. این داشتن قدیم ولی حالا دیگه نه. پسراتون اومدن تو این شو؟ خیلی. هیچ کدوم؟ چند تا بچه دارین؟ 7 داشتیم، یکیشو شهید شد. بله. یکیشو فوت کرده، الان 5 دیگه. خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه افتخاره. پس پدر شهید هم هستین. بسیار عالی، افتخارین. بعد من میگم چند نمونه از این چیزا رو گذاشتین. چی بهش میگین اینا رو؟ سندوناره؟ سندوناره. هر کدومشون به یه کاری میاد. هر کاری زنگوله و هر کدومشون به یه کارش میاد. آه. بازنشسته میخوای بشی؟ جای رد نکردی. خب نه، برای استراحت نمی 84 سال برای عمر خوبیه. اگه رد 184 سالگی دارم بیام خودم اینجا ازت گزارش میگیرم. اگه بیمه رد کردیم که 20 سال پیش از این باید بازنشسته شده باشی. دوست نداری بری استراحت؟ نه، باید کار کنیم بخوریم. آه نه، برای علاقه است یا اینکه مجبوری؟ نه، روزایی که مثلا جمعه از بیکاره، این دو سه دفعه میرم صحرا میام. بیکاری حالشون ندارن که بیکاری. قدیمیای ما همینشون خوبه. میگن بیکاری اصلا خوب نیست. بیکاری بیماری میاره. باید کار بکنی تا سالم بمونی. کار خودش دکتری براده. احسن. واقعیت هم همینه. به هر حال بدنی که ورزیده باشه، کار انجام داده باشه و به هر حال اون فعالیت‌های روزمرگی رو داره انجام میده، قطعاً سالم‌تر و بیماری کمتر سراغش میاد. ما خیلی‌ها رو داریم می‌بینیم تو سنای 40 سال به بالا دیگه آرتروز و بیماری‌های پادرد و کمردرد و سردرد و اصلا دیگه کلاً خونه‌نشین میشن به خاطر اینکه فعالیتشون کمه. درست آقا؟ هم دوره ای هم چند تاشون فوت کردن. خدا رحمتشون کنه. حاج آقا، زنگوله سازی اینجا با اصفهان و نجف آباد و نمی‌دونم گفتین تهران و حتی خراسان جنوب چه فرقی داره؟ فرق داره یا نه؟ اصفهان فقط فرق میکنه با این زنگمو. چه فرقی داره؟ زنگوله که زنگوله؟ اصفهان این تاقا میذاره رو. خب ما گذاشتیم تو. چه فرقی داره تو باشه یا بیرون؟ راحت تره، تو بیذاری راحت تر میشه، مثلا جوشش بدی، زر جوشش بکنی. بیرون سخت تره بیذاری. درست. اما ولی اصفهان یه چجوری میذاره بیرون؟ قلق کار خودشون داره. نه، تاقا تو بیذاری راحت تر. هم قشنگ تره. روزی چند تا زنگوله درست میکنی؟ روزی 10 تا اینا رو میتونم بسازم. روزی 10 تا از اینا رو به این اندازه. بله. و فروش هم داریم؟ بله. میان ببرن؟ میان لورا میبرند. چون لورستان به هر حال گلو داره. از میان، فارسون میان، شهری کرد میان. یه زنگوله چقدر عمر میکنه؟ تو گم نکردن اون بگن. آها، یعنی گم کردن دوباره میان بگن، وگرنه عمرش مفیده. میره زیر خاکا و میپوسه. آها. ما اینا رو قشنگ زردجوش میکنیم. یه 40 تا زنگوله ساز هست، اونا اینا رو زردجوش نمیکنن. دریفه کار کنه سر گوسفندی لغ میشه، زبوناش هم میفته. اونا رو میگن بازاری، اینا رو میگن خونه دی. خونه دی. شما کارتون خونه ما گرونتر از اونا میدیم. چنده زنگوله الان؟ میمو الان 15 تون هم میدیم، اون میده 4 تون و 5 تون. این 15 تون، این بزرگه چنده؟ این بزرگه 160 تومن. 160 تومن. و وزنه یا به کاره؟ نه، به کارش، بزرگیش. چند روز کار می‌بره یه وزنه اینو که بخوام درست کنم؟ یه رو که بسازیم دو تا سه تا اینا رو می‌سازیم. دو تا سه تا از اینا. آ دستتون درد نکنه. خدا قوتت بده، ان شاءالله بتونی همیشه به همین شادابی و خوبی کار بکنی. سلامت باشی. تلاش بکنی و تندرست هم باشی حاج آقا. این یه بخشی از صنایع دستی ارزشمند ایرانه. توی شهر تهران خب
هنرهای دیگه هم هست که سعی میکنیم تو برنامه همسفر اندازه فرصتی که داریم به معرفی اونها هم بپردازیم و اون بخش رو هم بهتون معرفی کنیم. همراه و همسفر ما باشیم. با عرض سلام خدمت بینندگان همسفر، صادقی هستم. کار قلمکاری ها طی یک سال آموزش دیدم. الان در میراث فرهنگی شهرستان تیران و کرمان مشغول به این کار هستم. کار قلمکاری از طرح‌های اسلیمی استفاده میشه. زیر میز نور این طرح روی پارچه پنبه انتقال داده میشه توسط قلمموهای شماره دار به بالا و رنگ‌های مخصوص کار قلمکاری بر روی پارچه پیاده شده. کار قلمکاری ایده از قاب‌ها، کوسن‌ها، رومیزی و صنایع دستی‌های متفاوتی اشباع میشه. کار قلمکاری از طی دوره اول صفویه تا اواخر دوره صفویه این کار انجام می شده. اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار کار چیتکری انجام می شه، با این تفاوت که کار چیتکری توسط قالب‌های دستی به بازار ارائه شده، ولی کار قلمکاری به صورت ظریف و خیلی دقیق دقت بالایی این کار انجام می شده. توی کار چیتگری از چی استفاده میشه؟ ابزار کار چیه؟ از رنگ های طبیعی، مهرهای دستساز و پارچه های پنبه. بله، این مهرهای دستساز به چه شکلی هستن؟ به صورت گل های ریز، دروش، تاریخ هایی که روی بعضی از مهرها خورده و قدمت خود مهر. درسته. و اینکه پاک نمیشه رنگ و جوهر؟ نه، رنگ ها کاملا طبیعی هستن و با توسط شستشو از بین نمیره. رنگ های گیاهی استفاده میشه. به عنوان شغل میشه بهش نگاه کرد؟ بله، کار چیتگری مخصوصا کاریست که افراد شهرستان تیران به صورتی که مال 70 سال پیش خورده مهرش خیلی استقبال دارن میکنن و از سفره و کیسه های خریدی که ما داریم در بازار ارائه میدیم استقبال کردم و خریدار هستم. یه نفر اگه بخواد کار شما رو به خوبی یاد بگیره چقدر باید وقت بذاره و چند ماه چند سال طول میکشه تا استاد بشه؟ کار قلم کاریه به مدت یک سال، یک سال و نیم، و کار چیت کاریه به مدت یک سال. یعنی مجموعاً در 2 سال میتونه کامل کل کار کامل بشه. و آیا این هنر به اسم اصفهان ثبت شده یا شهرهای دیگه به اسم تیران یا جای دیگه هم هست؟ کار قلمکاری اول در شهرستان تیران و کرمان ثبت شده، به صورتی که حتی مهرهای این کار توسط افراد مسن این شهرستان
صورت برش ها و ظرافت که در مهرها میبینی انجام میشده و در بازار ارائه میشده. به همین صورت به شهر استان اصفهان انتقال پیدا کرد. پس ابتداءً از تیران رفته به اونجا. کاریست که کاملا سنتی و در شهرستان تیران به صورتی که مهرای ما در استان اصفهان دیده نمیشه باب هست. از صنایع دستی ارزشمند شهر تیران که براتون گفتیم، حالا بحث زنگوله سازی و در واقع اون آهنگری که به کنار، و بحث چی بود روی پارچه ها نقش قلمکاری و چیتگری. بعد گفتین قالی بافی هم توی شهر تیران هستش، تو روستای اطرافش هم هست. بحث سفالگری و دیگه چی داریم؟ سفالگری بود، زنگوله سازی هست، خب تنور سازی، گزونش رسن دستی هست. بسیار عالیه. آقای مظاهری عزیز، رئیس اداره میراث فرهنگ صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران و کروان هستن که باز ما رو همراهی میکنن و قسمتی دیگه از جاذبه های دیدنی این شهرستان رو قرار بهتون معرفی کنیم. سلام علیکم داشته باشیم با بینندگان، ما بفرمایید کجا هستیم. من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه همسفر، و ما در حال حاضر در روستای کرد اولیا و شهر زیرزمینی کرد اولیا هستیم. شهر زیرزمینی که باقی مانده از 2000 سال قبل هست و ما قدمت 2000 سال و با طولی در حدود 20 کیلومتر یا وسط 20000 متر مربع هستش و با 80 ورودی و 80 شاه آب، یکی از شگفت انگیزترین شهرهای زیرزمینی مرکزی ایران محسوب میشه. من بخوام ارتباطش بدم اینجا رو به صنایع دستی از کجا شروع میکنم به نظرتون؟ از کاری که داخل اینجا انجام شده و طراحی که شهر داره. بله، با اون این دستکن کنده شده. کلنگ و تیشه در زمانهای قدیم چیز حدود 2000 سال فهمید. بله بله، 2000 سال قبل با کلنگ و تیشه که به دست توانگر آهنگران ساخته می شده همین جاها کنده شده. خیلی جالب و دیدنی هست فضایی که الان ما داخلش هستیم. من مقداری از این مسیر رو رفتم، تونلی که به هر حال پرپیچ و خم هست و داخلش به هر حال اتاقهای زیادی هست و جالبه. این نو ساختار برای چی بوده؟ چرا همچین حالا به عنوان شهر زیرزمینی یا به صورت اقامتگاه بوده، زیستگاه بوده، برای آقال گوسفندا استفاده می شده، برای چی، کاربریش چی بوده اینجا؟ اینجا بیشتر حالت تدافعی داشته برای مردم روستا. یکی که از دست زمستان‌های خشنی که این روستا داشته، به خاطر اینکه در زمان قدیم اینجا سرماهای وحشتناکی داشته، بارندگی برف زیادی داشته، به خاطر اینکه خودشون و احشامشون از اون سرمایه وحشتناک نجات پیدا کنن، در فصول سرد نیومدن زیر زمین. نکته جالب اینجا که هست، این شهر زیرزمینی تبادل دمایی خوبی داره، یعنی طبیعی رفتار میکنه. ما در تابستان خنکای خیلی خوبی توی این شهر زیرزمینی داریم
و در زمستان گرمایی خیلی مطبوعی داریم. مثلا و راه هم به هر خونه یه راه دقیقاً 80 ورودی در 80 خونه این روستا باز می‌شده و این ورودی ها جوری بوده که اول از اون که خب به سمت طلوع خورشید بوده و یک آرایش خاصی در این روستا داره، یعنی ما شکلی که از ورودی ها ترسیم کردیم یک شکل خاصی به این ورودی ها میداده. و این نکته ای که راجع به این شهر زیرزمین مهم هست اینه که کلن برای زندگی بوده و تدافع، ولی خب در زمانهای بعد بعضا دیگه رو بردن به زندگی روی زمین و فقط مخصوص نگهداری احشام یک زمانهایی بوده است. این سوراخی که بدنه دیوار هست برای روشنایی بوده؟ بله بله، برای محل قرارگیری اون چیزای پی سوز بوده و به صلاح روشنایی تونل ها. چند وقت تو برنامه همسفر خیلی جالبه، به شهرهایی داریم سفر میکنیم که پر از دستکن هستن، از تبریز و روستای کندوان بگیر تا میمن در کرمان و فضاهایی که بهتون معرفی کردیم تو کاشان، همون شهر زیرزمینی معروف اویی که شهر نوشابات هست بین کاشان و آران و بیدگل، و همینطور توی چادگان که به هر حال رفتیم دستگنهای چادگان رو بهتون معرفی کردیم، سور توی بناب اونجا هم به هر حال همین معماری رو داشتن. خیلی برام جالبه که الان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اهالی روستاها دارن احیا میکنن این فضاها رو تا معرفی کنن از معماری غنیشون. این خیلی خوبه. قبلا شاید همون روستای کندوان اکثر به عنوان یک روستای صخره‌ای مردم میشناختن یا میمن در کرمان، ولی الان باور کنید توی همین سفرهای اخیری که برنامه همسفر داشته ما کمتر شهری رفتم که از این فضاها نداشته باشه و خیلی برام جالب بوده. بعد این نوع معماری در جاهای دیگه شهرستان تهران کرون هست یا فقط همین روستا؟ به صورت خیلی کمتر در روستای همجوار این روستا ما بعضن داریم این کندهای زیرزمینی و دستکندها را، ولی اوج و بیشترین مقدارش رو در همین روستا داریم که گفتم تونل هایی که ما پیش بینی کردیم در حدود 20 کیلومتر یا 20000 متر مربع ما از این تونل ها داریم که در حال حاضر ما فقط تونستیم 1.5 کیلومتر اونها را جهت بازدید گردشگران بازگشایی کنیم و آماده بکنیم. چند کیلومتر از تیران ما عبور کردیم؟ تقریبا 45 کیلومتر ما از تیران به سمت غرب اومدیم و وارد روستا شدیم. وارد روستای کردولیا شدیم. بعد این نوع معماری الان قابل رؤیت برای بینندگان، یعنی هر کسی بخواد بیاد اینجا میتونه راحت بده از دقیقا دقیقا بله بله در دسترس با همت شورا و دهیاری روستا اینجا آماده سازی شده و نورپردازی شده و تیمی هم از روستا آماده یه پذیرایی از گردشگران هستن و ما هم همینجا دعوت میکنیم از همه هموطنانمون که به این شهرستان و به این روستا سفر بکنن و از این شهر زیرزمینی شگفت انگیز بازدید بکنند. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. به هر حال فضای دیگه از شهرستان تهران و کروان رو براتون معرفی کردیم، فضایی که تاریخی هست، دیدنی هست و شما میتونید بیان اینجا، یادگاری از گذشتگان ما هست و خوشبختانه حفظ شده، احیا شده و الان در دسترس تا شما بیاین از معماری غنی و ساده اون بهره ببرین. اینی که شما دارین اینجا تماشا میکنین خیلی زمان برده تا حفر شده و به این شکل در اومده و دمایی که در اینجا داریم بین 15 و 17 درجه هستش، برای همین شما در تابستان که هوای بیرون قاعدتاً بین 35 تا حتی 50 درجه میرسه، وقتی وارد این حفاری میشین و چنین معماری میشین، چون دمای هوا بین 15 تا 17 هست، قاعدتاً اینجا هوای خنک و بسیار خوبی داره. در زمستان هم که هوای بیرون سردتره و دمای 0 درجه و پایین‌تر از اون رو داره تجربه میکنه، باز اینجا گرمتر حساب میشه. برای همین فضای بسیار خوبی هستش در تابستان و زمستان، شما میتونید اینجا کلی حس خوب بهتون دست بده. ازتون دعوت میکنیم تا در سفری که پیش رو دارین شهرستان تهران کرون رو هم انتخاب کنین و از زیبایی‌هاش بهره ببرین. تا دیدار دیگه همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یارو نگهدار.